شیعه به عنوان یکی از دو شاخه بزرگ اسلام از دیرباز نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ اسلامی داشته است. این مذهب که بر پایه اعتقاد به امامت علی ابن ابی طالب و جانشینی او پس از پیامبر بنا شده است، در طول زمان به شکل گیری جریانی سیاسی و فکری منجر شده است که تا به امروز هم ادامه داشته است. اما سؤال مهمی که همیشه ذهن پژوهشگران تاریخی رو به خود مشغول کرده است، این است که شیعه چگونه و در چه زمانی شکل گرفت؟ برخی از مورخان از جمله ابن خلدون و ابن حزم پیدایش شیعه رو به اختلافات سیاسی در زمان خلافت عثمان و علی نسبت می‌دهند. دیگرانی چون احمد کسروی معتقدند که شیعه به عنوان یک جنبش سیاسی در دوران بنی امیه شکل گرفت و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی را تجربه کرد. از زمانهای نخست تا دوران صفویه، جریان شیعه همواره با تحولات سیاسی و اجتماعی همراه بوده و در هر دوله شکل جدیدی به خود گرفته است. در این ویدیو به بررسی مفصل این موضوع خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چنل حقایق تاریخیه و شما اگر به تاریخ علاقه دارید لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که از دیگر ویدیوهای چنلمون هم مطلع بشید. شیعه در لغت به دو معنا اطلاق می شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی و دیگری پیروی کردن از فرد یا گروهی. این واژه در زبان عربی در اصل به معنای یک، دو یا گروهی از پیروان است. در قرآن نیز این لفظ چندین بار به این معنا به کار رفته است. برای نمونه در آیه 15 سوره قصص درباره یکی از پیروان موسی از عنوان شیعه موسی و در جای دیگر از ابراهیم به عنوان شیعه نوح یاد می کند. در تاریخ اسلام لفظ شیعه به معنای اصلی و لغویش برای پیروان افراد مختلفی به کار می رفت که برای مثال گاهی اوقات از شیعه علی ابن ابی طالب و گاهی اوقات از شیعه معاویه ابن ابو سفیان نام برده شده است. اما این لفظ به تدریج معنای اصطلاحی پیدا کرده و امروزه تنها بر پیروان علی که به امامت وی معتقدند اطلاق می شود. در رابطه با آغاز تشیع و زمان پیدایش آن در میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد. ابن خلدون معتقد است که شیعه در ایام شورای خلافت و در زمان بحث بر سر حکمرانی علی و عثمان پیدا شد. ابن حزم اندلسی بر این عقیده است که شیعه اساساً بعد از قتل عثمان آشکار شد. عثمان ابن عبدالله حنفی بر دیدگاه ابن حزم تأکید کرده و در ادامه بیان می کند جدایی امت در زمان ابوبکر و عمر عثمان نبود، همانا بعد از مرگ عثمان بود که رافضه یا همان شیعه آشکار شد. ابن ندیم بر این باور است که شیعه هنگامی به وجود آمد که طلحه و زبیر در جمل با علی مخالفت کردند و آن را به بهانه خونخواهی عثمان ابن عفان از خلافت کنار زدند. دیگر مورخ اسلامی طه حسین پس از بیان مطالبی میگوید به طور کلی میتوان گفت که برای علی شیعه‌ای ممتاز از امت قبل از فتنه وجود نداشته که فقها و متکلمان در اثنای حکومت او بشناسند، بلکه شیعه پس از حکومت وی و در اثر جدایی علی از برخی از صحابه هایش پیش آمد. نظر برنارد لوئیس مستشرق مشهور در این باره این است که تأسیس شیعه پس از کشته شدن علی و قتل حسین اتفاق افتاده است. امام فخر رازی از بزرگان اهل سنت هم تصریح کرده به این گروه شیعه علی و یاران علی می گفتند و پیامبر درباره آنها گفته بود بهشت مشتاق 4 نفر است: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار. اما جالب ترین دیدگاه در این رابطه سخنانی است که احمد کسروی، روشنفکر ملی ایرانی، در کتاب شیعه‌گری خود مطرح می کند. این سخنان به قدری جالبند که ما از حالا تا انتهای ویدیو بخش‌هایی از سخنان احمد کسروی در رابطه با آغاز و پیدایش فرقه شیعه رو براتون بازگو خواهیم کرد.
کسروی در کتاب شیعه‌گری خود در رابطه با تاریخچه این فرقه این گونه توضیح می‌دهد: شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی می‌دارد، بلکه خود تاریخ می‌باشد، اما ما در اینجا آن رو به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنا که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافت، چون معاویه به دست آویز با امام علی ابن ابی طالب به جنگ کشته شدن عثمان برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری خواستند که آن را از دست آرزوی خلافت کرده چنین بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده می بود کسی نیارست به جنبد. پس از مرگ او حسین پسر علی به کوشش ناپایداری پیروانش کاری از پیش برخاست، اما از نبرد و بدانسان که همگی می دانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پس از او معاویه نام هم پس از 40 روز خلافت کنار از آن جست و برخی آشفتگی ها به میان آمد، عبدالله زبیر در مکه و محمد حنفیه در مدینه به دعوای خلافت کوفه برخواستند که او نیز پرداختند و مختار در نهان به خلافت میکوشید، اما اینها هم کاری نتوانستند بکنند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگ با بنی امیه به نبرد برخواستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیادگذار اسلام و دیگری علویان فرزندان علی. عباسیان بنیاد کار خود رو به زمین چینی نهاده می دانستند و چون ناخرسندی ایرانیان رو از بنی امیه و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند و دسته هایی از پیروان گرد آورند. لیکن علویان به سادگی بر می خواستند و می جنگیدند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر زید، محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخر و دیگران جملگی کشته شدند. از این رو بنی عباس کار رو به دست گرفتند و با دستان ابو مسلم بنیاد امویان رو برانداخته و خود به جای ایشان خلیفه گردیدند. سخن کوتاه آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری کشاکش های بسیار سختی بر سر خلافت پیدا شده و نبرد و جنگ بسیار می رفت. ایشان خونها از هم می ریختند و خاندانها بر می انداختند و دروغ و نیرنگ به کار می بردند. در این زمان علویان شیعه نامیده می شدند و کشاکش های پیروان شیعیگری از همینجا آغاز شد. این شیعیگری نخست یک کوشش سیاسی بیالایش و شیعیان بیشترشان مردانی ستوده، پاک دل، غیرتمند و نیکو بودند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در این میان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شد، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردانی ناپاک می بودند. چیزی که هست شیعیگری در این سادگی خود نیستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان پیش یک دسته به تند روی برخواسته و چنین زمانه ای گفتند که در دوران ابوبکر و عمر و عثمان هم علی به خلافت سزنده تر بوده و آن ستم کرده و به جلو افتادند. این نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا کرد. چراستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام یاران او که سران مسلمانان شمرده می شدند نخست به ابوبکر، سپس به عمر و سپس به عثمان خلافت داده و در آخر به علی روی آورده. با این حال این تمام ماجرا نبود و شیعیگری در هر دوران متناسب با وضعیت اجتماعی و سیاسی و حال خود رنگ دیگری می یافت. احمد کسروی در ادامه به دوران غیبت صغرا و زمان 11 امام شیعیان حسن ابن علی عسکری اشاره می کند که در آن دوران جریان شیعه بر اثر وجود افرادی با عنوان نواب خاص دارای انحرافات و بدعتهای زیادی شد. کسروی توضیح می دهد که جریان شیعیگری از آن دوران تا کنون خصوصا در دوران امپراتوری صفویه
دارای انحرافات بسیار زیادی شد و در هر دوره متناسب با همان دوره چیزهای جدیدی به جریان شیعه اضافه می شد، چنانکه مباحثی مثل عید غدیر در دوران آل بویه و جریان عزاداری محرم در دوران صفویه به تشیع اضافه شد. از دید برخی از پژوهشگران نیز شیعه این پتانسیل رو دارد که تا آخرین زمانی که وجود دارد هر لحظه دچار انحرافات جدیدی شود، چون چارچوب فکری خاص و مشخصی ندارد و در مقابل انواع و اقسام تحریفات خونسا می باشد. خب دوستان عزیز، به آخر این ویدیوی نسبتاً سخت و طولانی رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک این ویدیو و سابسکرایب چنلمون یادتون نره. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.